و با انرژی و پرتلاش یکی از افراد فعال و همچنان یکی از سپورترهای خیلی موفق کمپانی ویا ویتا. خواهش میکنیم از مصطفی جان نوری که امروز موضوعات خیلی خوبه که آماده ساخته بتانه در اختیار ما شما قرار بده تا بتانیم بهترین استفاده را ازش ببریم. مصطفی جان نوری. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه تک تک شما عزیزان و امیده که تا این لحظات اوقات فوق العاده عالی و متفاوت را تجربه کرده باشین. عزیزان ممنون از مدثر جان عزیز، مرد فوق العاده و با انگیزه و با انرژی، بابت جملات فوق العاده عالیشان، بابت درفشانی های همیشگیشان جهان سپاس از مدثر جان عزیز و با کسب اجازه از استاد فائز عزیز و گرامی، همچنان اپلاین های عزیزم نورالم جان عزیز و تک تک همه شما عزیزان، باز هم خداوند سپاسگزار هستم که به ما فرصت عطا فرمود تا امشب در جمع افراد کاملا متفاوت اندیش، غیر معمولی و افرادی که دیدشان نسبت به جهان متفاوت است، دیدشان نسبت به جهان درون خودشان متفاوت است، افرادی که همیشه به دنبال عزیز هستند که چگونه میتونن جایگاه خود بهتر و بهترتر از دیروز بسازن، افراد که همیشه به دنبال تجربه کردن موفقیت های پشت پای هم هستند و میخوان همیشه قله های نامحدود یکی پس از دیگری فتح کنن. امشب خرسند هستم و که در خدمت شما عزیزان هستم، به امید که شما عزیزان همیتون فوق العاده عالی باشین، چون میدانم در اینجا افراد هستن که همیشه با انگیزه هستن و مخصوصا یک خوش آمدید ویژه خدمت مهمانان عزیز جا داره که عرض بدارم، مهمانانی که توسط دوستای عزیزشان دعوت شدن در جلسه فوق العاده عالی و وبینار فوق العاده عالی امروز ما عزیزان، و میخواییم که امروز موضوعات فوق العاده عالی به شما عزیزان بیان کنیم. خب عزیزان، همیتون میدانین همه ما در حال عزیز هستیم که داستانهای زندگی خود در حال نوشتن، یعنی با واقعیت زندگی خودش سراسر داستان‌هایی هست یا از قبل نوشته شده و یا امروز همین لحظه در حال نوشتن این داستان‌های زیبایی هست. بیایید که گذشته هر آن چیزی که بود فراموش کنیم، چپتر گذشته را ببندیم و سر از این لحظه و سر از امروز و این لحظه تصمیم بگیریم داستان را که در حال نوشتنش هستین زیباتر از دیروز و زیباتر از همیشه او را نوشته کنه ایزان و برشه تحریر در آورد. چنانچه ایزان فرد بود که همیشه امورات زندگی خود و درآمد زندگی خود عزیزان با فروش توقانه سپری میکرد. این فرد فرد بود که همیشه زمانی که میخواست کسب درآمد کنه، میخواست امرار معاش کنه، در حقیقت عزیزان همین توقانه هایی که با فروش میرسن یا بادکنک هایی که با فروش میرسن، بادکنک های رنگ دیگه، زرد، سفت، سرخ، آبی، رنگ های متفاوت داشت. زمانی که یک کم فروشاتش پایان میامد، تنها کاری که میکرد یک چند عدد توقانه را رها میکرد تا پرواز کنه. و زمانی که او توقانه ها پرواز میکرد عزیزان، اطفال نازنین از جاهای دور زمانی که او را میدیدن، خب به سمت ازی میامدن و فروشاتش شروع میشد. و هر بار که در طول روز بازم فروشاتش یک افت میداشت، این کار را میکرد و چند توقانه رها میکرد. جالب بود، یک لحظه متوجه شد که یک طفل این فرده یک بار برش اشاره کرد و گفت میبخشین او توقانه سیاهی که در او بالا هست، آیا او هم زمانی که رهایش کنیم پرواز میکنه یا به سمت آسمان میره؟ فرد توقانه فروش یک مکس کرد و تحت تاثیر قرار گرفت و جواب خیلی زیبایی داد به این طفل. میدانین عزیزان، جواب داد، گفت طفل نازنین یا گفت بچه‌ام، خیلی یک ناز داد او را و گفت در حقیقت خود پوکانه باعث پروازش نمیشه، بلکه چیزی که در درونش هست باعث پرواز و اوج گرفتنش میشه. یعنی زندگی ما و شما عزیزان همینه، یعنی اگر ما بخوایم به قله های موفقیت برسیم، با واقعیت مهم نیست که در چی جایگاه هستیم، مهم نیست که امروز در چی شرایط هستیم، و وقت مهم نیست که در کجای کره زمین قرار داریم، مهم این هست که از درون چگونه تشنه موفقیت هست، چه چیزی در درون ما شعله‌ور هست،
چه مقدار به واقعیت خواستار موفقیت هست. که به واقعیت آقای جیمز ویلیام هم ویلیام جیمز هم یکی از افراد بود که از دانشگاه هاروارد از اینا فارغ التحصیل شد و جمله زیبایی را گفت و گفت نسل امروزی ما نسل است که میتونن زندگی خود با تغییر طرز افکار خود تغییر بدن. این به واقعیت همین گونه است. اگر ما و شما نگرش خود، افکار خود و او شعله هایی که در درون ما شعله ور هست او را درست درک کنیم و از او در مسیر درست استفاده کنیم، قطعا او زمان است که موفقیت نه تنها به دست میاریم بلکه لمسش میکنیم، بلکه او زمان است که در عرش موفقیت قدم بر میداریم و او زمان است که به وقت موفقیت لمس میکنیم و میبینیم که به وقت من یک فرد هستم که لیاقت بهترین ها را دارم. پس جا در ایزان و تک تک ایزان که امروز در این ویبینار فوق العاده است تبریک بگم، چون عزیزایی که جدیداً با ما پیوستن من تضمین دادم میتونم که بهترین مسیر زندگیشان آغاز کردن و خیلی چیزهایی که تا امروز در افکارشان حتی نمیگنجر رو تجربه خواهد کرد و عزیزایی که هستن هم تجربات عالی رو سپری کردن و بعد آوردن، قطعا مطمئن هستم که از این بهتر بهترترش روزهایی هستن که منتظرشان هستن و او روزها را تجربه میکنن. فقط عزیزان تنها تفاوته که افرادی که به موفقیت زودتر میرسن و افرادی که نسبتاً دیرتر به موفق میرسن یک نقطه هست، درجه خواستنشون. دقیقاً عزیزان امشب و در این لحظات میخواییم امروز در مورد درجات خواستن صحبت کنیم، چون اگر دقیقاً شما به این درجات خواستن تان پی ببرین که چه مقدار خواستار موفقیت در زندگیتان، در کسب و کارتان، در بزنس فوق‌العاده‌ای که امروز در حال انجام دادنش هستین، او زمان است که موفقیتتان متفاوت تر میشه، او زمان است که به واقعیت گامهایتان مستحکم تر میشه و او زمان است که در حقیقت به واقعیت لذت این مسیر زیباری که در حال طی کردنش هستین به واقعیت میچشه. دقیقا نیزان درجات خواستن، چون افراد زمانی که میخواین به یک هدف را تعیین میکنن، یک مسیر جدید را شروع میکنن، طبعا این درجات خواستنشان متفاوت هست که در حد 5 درجه خواستن داریم هستن. که اولش از مایل شروع میشه، یعنی میخوایم یک مثال بتام، مثلا عزیزانی که جدیدن بزنس برشان معرفی میشه تنها مایل دارن به شروع کردن بزنس، تنها مایل دارن به آغاز کردن بزنس. او هم به چه دلیل؟ چون هنوز او اطلاعات را که باید کسب کنن تا هنوز اطلاعاتشون تکمیل نیست و تنها در درجه اول قرار میگیرن و او مایل هست، مایل درونی. جهت از اینکه بتونن یک مقام بالاتر برن، یک درجه بالاتر برن، پس در او صورت باید یک درجه بالاتر دیگه ارتقا کنن ایزان و او زمان تبدیل میشه به علاقه. یعنی زمانی که یک فرد میاد در ابتدا بزنس برش معرفی میشه، زمانی که اطلاعات بیشتر کسب میکنه، زمانی که بزنس به واقعیت آیسایت درک میکنه، او زمان است که در حقیقت از میل به علاقه ارتقا میکنه. او زمان علاقهش قلبیش بیشتر میشه و زمانی که علاقهش بیشتر شد قطعا اقداماتش متفاوت تر هست اول میباشه، قطعا سخت کوشیش تلاشهایش متفاوت تر از روزهای اول میباشه. چی افرادی که در بزنس برشون معرفی میشه و چی افرادی که در ابتدا شروع میکنن و آهسته 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 گامهایشان مستحکمتر نسبت به دیروز میشه. با وقت همین گونه هست. البته اگر میخواین که موفقیت ای افراد تجربه کنن، باید گامهای مستحکمتر، باید درجات بیشتر بیشتر در درون خود او رو به اوجش برسونن، باید از درون بیشتر خود سواران بسازن. چون عزیزان اگر در دو درجه اول باشین، با اندکترین یک کم چالش، یک کم سختی که مواجه میشن، افراد از مسیر به دور خواهد رفت. مثال خوبش همین است عزیزان، زمانی که افراد جدید شروع میکنه طبعا عزیزان نشنیدن جز از این بزنس یک قسمت از این مسیر هست و بدون نشنیدن لذت بخش نیست به موفقیت رسیدن. این رو باید درک کنه. هم افرادی که تنها مایل داشته باشن، علاقه مند به موفقیت در این بزنس باشن، و یک دو سه نایی که میشنون داون میشن، کم انرژی میشن و او زمان است که برشان سخت تر تمام میشه و حتی ایزایی که جدیدن بزنس برشان معرفی میشه، چون هنوز اطلاعاتشان کامل نیست، هنوز اطلاعات کافی ندارن، خب
با وجودی که میگه مشورن که میرن مشورن میکنن هم افراد که اطلاعات ندارن و زمانی که اونها یک دوستی صحبت کردن باعث میشه فرد یک کم انرژیش گرفته شد. اما برعکس خب حالا سر قدم سوم یا درجه سوم وارد میشیم که درجه نسبت و میل و علاقه تأثیر گذاریش در موفقیت بیشتر هست و او ول است عزیزان ول لام این ول که این در حقیقت عزیزان درجه سوم نسبت به دو درجه اول خیلی قدرتمندتر هست. یعنی افراد خیلی کمک میکنه جهت از اینکه موفقیت بیشتر تجربه کنه در مسیر مستحکمتر گام برداره. عزیزان ول یعنی که زمانی که یک فرد حس تشنگی پیدا میکنه تا زمانی که یعنی آنقدر تشنه میشه تا زمانی که آب برش داده نشه حتی امکان هست که هلاک شود تشنگی. یعنی از بین بره. یعنی به این اندازه نیاز داره به آب. پس عزیزان اگر میخواین موفق شوین تشنه موفقیت باشین. به واقعیت تشنه موفقیت باشین. چون یک فرد که تشنه باشه هیچ زود سیراب نمیشه. و همیشه تمایل داره که آبهایی که مزه های مختلف داره بچشه و در مسیر موفقیت و در درجه ول قرار باید تشنه موفقیت باشه. به خاطر بدست آوردنش باید بجنگید. باید خسته ناپذیر اقدام کنید. باید گام هایتان هیچ گاه حتی یک ذره هم نلرزه و بگید که باید بدستش میارم. چون به واقعیت عزیزان زمانی که در این درجه سوم قرار میگیرین اون زمان حتی اگر یک نه میشنوین، حتی اگر یک فرد به شما یک کم انرژی شما رو دعوا میسازن میگه نه من با دستش میاد من ثابت میسازم. چرا؟ چون شما تشنه موفقیت هست و اون زمان زمانی که موفقیتش این خواستتان بیشتر شد تشنه موفقیت شدین اون زمان ایزان به درجه چهارم ارتقا میکنین. یعنی شور و اشتیاقتان بیشتر میشه. درجه چهارمش شور و اشتیاق هست. عزیزان میدونین همیشه زمانی که ما وعیزه که بزنس آغاز میکنن در ترنینگ ها در آموزشات حتی برشان میگیم که اگر میخواین موفق شوین این شور و اشتیاق قلبی تانه افزایش بده. چون شور و اشتیاق باعث میشه که افراد از فواصل دور به سمت شما جذب کنن. دقیقا عزیزان پس فرده که شور و اشتیاقش با واقعیت در مقابل هدف که تعیین میکنن در مقابل بزنسش در مقابل محصولات فوق العاده عالی که در دسترس عزیزانش مشتریانش قرار میده این شور و اشتیاق قلبی باشه حتی حد و اندازه نباشه اون زمان است که موفق به موفقیت نزدیکتر میشه. چون این شور و اشتیاق اون فرد تبدیل میشه به یک فرد سخت کوش، به یک فرد که هر روز با این شور و اشتیاق درونیش بیشتر از دیروز مبارزه میکنه، بیشتر از دیروز خود را رشد میده، متفاوت تر از دیروز میشه و فردی که با الگوهایی که از دیروز خود آموخته امروز خود قدرتمندتر میسازه. همین شور و اشتیاق که در درون داره به واقعیت این فرد تبدیل به یک فرد متفاوت تر میسازه و با موفقیت نزدیکتر میسازه و میدونه که به واقعیت موفقیت میخواد که لمس کنه و تجربهش کنه. اما باز هم وقتی که کاملا موفقیت به دست بیاره اینم کافی نیست. حالا میرسیم به درجه اخیر، مهمترین درجه که خوشبختانه این درجه در عیزه که در این جمع هست موجود هست و اگر میخواییم که به وقت موفقیت تا امروز تجربه کردن بیشتر از این تجربه کنن، جایگاه خود بیشتر از این به وقت جایگاهی که ارزش دارن فراتر از چیزی هست که تا امروز حتی فکرشان کردن در اون جایگاه بیستن و او را به دست بیارن باید این بخش پنجم در خود بیشتر بود. عزیزان درجه پنجم عشق است. عشق اگر شاید از عزیزان بپرسیم عشق چیست؟ تعریف های گوناگون دارد. بعضی شاید از خود گذری، فنا شدن یا ای که حتی دیوانه وار به خاطر بعد از سالان یک چیز اقدام کردن. خب تعریفات مختلف دارد، نظریات مختلف دارد. اما میخوایم در سه کلمه عشق براتون تعریف کنم. عشق یعنی عینش یعنی علاقه، شینش یعنی شدید و قافش یعنی قلبی. علاقه شدید قلبی. عزیزان آیا ای براتون با واقعیت من مطمئن هستم زمان که قلبتان یک چیز حس کنه و او را بخواید
اونم از بخاطر به دست آوردنش این ضربان قلبتان هیچگاه آرام نمیشه و تندتر تندتر میتبه اما آرام نمیشه. پس جهت موفقیت باید عاشقانه تلاش کنید، عاشقانه گام بردارید به خودتان، به بزنستان، به محصولاتتان، به هدفایی که تعیین کردین در زندگیتان عشق بوردید. در مسیری که به واقعیت عزیزان در او در حال قدم زدن هستین، بعضی ازان در حال دویدن هستن، مستحکمتر در حال گام برداشتن هستین، عاشقانه اون مسیر رو طی کنید. در این مسیری که هموار نیست عزیزان، مسیر موفقیت هیچ جای هموار نیست، مملو از فراز و نشیب، پستی و بلندی های خاص خود دارد. اما اگر یک فرد عاشق همیشه، یعنی تمام تمرکزش به طرف چی است؟ طبعا هدفش. پس اگر شما میخواین که به وقت موفقیت لمس کنین و دست دارین، عاشقانه که گام برمیدانین، تنها هدفتان ندیدین، نه این مسیرگی پستی بلندی هایی که در حال سپری شدن هست و مگذره دیگه نباید ببینید. نباید پستی بلندی ها و این سختی ها و چالش هایی که شما تجربه میکنین مانع رسیدن شما به اهدافتان و موفقیت هایتان شود. مثلا از اینکه بزنس آغاز کردن، قطعا عزیزان هر چیز با ارزش آسان به دست نمیاد، هر چیز با ارزش سختی های خود داره، اما سخت لذت بخش است. لذتی که در بدست آوردن چیزهای با ارزش هست، جنگیدن و سفری کردن همین سختی هایش هست. وقتی میخواین یک فرد متفاوت باشین، وقتی میخواین یک الگوه در جامعه خودتان باشین، وقتی میخواین یک الگوه خودتان باشین در ابتدا بعدش دیگران، پس مانده یک جنگجوی شکست ناپذیر باید عاشقانه بتپید داختر موفقیت و موفقیت باید لمس، چون با واقعیت این عشق درونی شما هست که شما را به موفقیت خیلی نزدیک. و زمانی که عاشقانه گام بردارین، سختی ها، چالش ها، اینا را هیچگاه نمیبینید، هیچگاه. و اصلا مانع کم انرژی شدن، مانع رسیدن شما به موفقیت هم نمیتونه شده. چرا؟ چون شما عاشق مسیر هستین که او رو تعیین میکنه، عاشق اهداف هستین که او رو تعیین کرده و عاشق بزنس هم هستین و بزنس فروش مستقیم، بزنس عشق، بزنس محبت، بزنس ارزش گذاری هست، بزنس که سراسر هدیه دادن هست، ارزش را که دیگران تا امروز به او پی نبردن توسط این بزنس به او پی میبرن. آهستایت در مسیری که قرار میگیرن میدونن که ارزش ما فراتر از چیزی بود که تا امروز به او حتی فکرشان کردیم، توانایی درونی ما فراتر از چیزی بود تا امروز به او پی برد. با واقعیت عزیزان، چون او زمان است که من حقیقی تان کشف میکنیم، من که تا امروز نشناخته، من که تا امروز خیلی کم شناخته، من که تا امروز از توانه های حقیقی تان اصلا شاید آگاه نبوده. اما زمانی که در این مسیر عاشقانه قدم برمیدارین، او زمان است که فرد متفاوت همید، او زمان است که حتی خودتان افتخار میکنین و تصمیمی که امروز گرفتید، تصمیمی که بخاطر آغاز بزنس گرفتید و با واقعیت و افتخار میکنین که من فرد بودم بالای خود افتخار میکنین، من این بزنس آغاز کردیم و فعلا هم در بهترین مسیر هستم و قطعا در بهترین جایگاه هم خواهم خود رسوند، چون لیاقت بهترین ها را دارم. و با واقعیت او زمان است که میتونید بهترین دستاوردها را بیارید، بهترین جایگاه ها را بدست بیارید که حتی فکرش هم کردن هم میتونید. با واقعیت ایزان، چون این عشق شما را تبدیل به فرد متفاوت میکنه، بزنسی که با عشق محصولات به دیگران معرفی میکنه، بزنسی که با عشق لبخند به لبان دیگران میده، بزنسی که با عشق کمک میگین تا یک فرد یک تغییر در خود حس کنه، یک فرد کاملا اوضاع خود تغییر بده، یک فرد کاملا به بهترین فرد زندگی خود مبدل شود. نتورک مارکتینگ این گونه یک بزنس است، دایرکت سلینگ، فروش مستقیم و بزنسی که فعلا اجزایی که در حال انجام دادنش هست این گونه یک بزنس. اگر با واقعیت تا امروز اینو نشناختیم که چگونه یک بزنس هست، پس باید اینو بشناسیم که با واقعیت بزنس هست که شعله های درونی شما را زنده می‌سازد، توانی های درونی شما را زنده می‌سازد و او ارزش ها و لیاقت هایی را که با واقعیت دارین و شما در وقت مناسبش و شما میتن که با واقعیت در او جایگاهی که بعدا قرار میگیرین خیلی از جایی هستن که با شما کف میزن.
یعنی شما تصمیم گیرنده هستین عزیزان. امروز در مسیری که قرار میگیرین، هر آن مسیری که باشه در مسیر زندگی، مسیر باشه که شما در آینده به دیگران کف بزنین یا دیگران در آینده بر شما کف بزنن. این تصمیم گیرنده شما هست. شما تصمیم میگیرین با عشق و علاقه شدید قلبی که امروز اقدام میکنین الگو و قهرمان زندگی خودتان باشین که دیگران از مسیری که امروز شما در حال عبور کردنش هستین مفتخرانه، افتخار کنانه شما را الگو قرار داده و بعدش به تعقیب شما بیان فالوور شما شوند، یا شما فالوور دیگران باشین، یا شما فرد باشین که دیگران الگوی خود یا قهرمان زندگی خود تعیین میکنن. همه چیز در درون شما، فقط کافیه همین عشق علاقه شدید قلبیتان نسبت به اهدافی که در زندگی دارین، نسبت به اهداف فوق العاده عالی که در این بزنس دارین، چون قطعا این بزنس بهترین مسیر است که تا امروز و وقت او را مطمئن هستم در زندگی در حال سپری کردنش هستیم و خواهید بود و شما را به تک تک اهداف دارین میرسن. فقط کافی است همین عشق و علاقه شدید قلبیتان همیشه بیشتر و بیشتر ترش بسازید، در خود فوارانش بسازید. باید این شعله های شما را دیگران از فواصل دور ببینن تا به سمت شما جذب شوند. چون باقید ازان رویاهای شما، اهداف شما نیاز به تغذیه دارد و تغذیه رویاهای شما، تغذیه اهداف شما تماش برگرفته از من درونیتان. شما یعنی با واقعیت میتونین با عاشقانه تصویر سازی کردن، عاشقانه خود در جایگاهی که لیاقت دارین قرار دادن، عاشقانه هر روز بهتر از دیروز بهتر شدن، عاشقانه هر روز رشد کردن، عاشقانه هر روز آموختن از عزیزان که همراه شما هستن، منظورم گلهای سرسبز، افرادی که حتی زبان قاصر است از تعریفشان و قلم خشک میشه ولی نمیتونه کل تعریف کنه، یعنی اپلاین های عزیز ما. و واقعیت این گونه یک افراد که منبع عشق، منبع انرژی هستن، این افراد ما در کنار خود داریم و قطعا ما را کمک میکنن و همیشه در این مسیر مانند یک حامی در کنار ما هستن. از باید قدر اینا را بدانیم و این گونه است ما میتونیم به بهترین جایگاه ها برسیم و این گونه که با تغذیه کردن رویاهای ما، اهداف ما، ما میتونیم بهترین جایگاه ها را بدست بیاریم. یک نکته باری که دیگه هم هست عزیزان، پس جهت از اینکه رویاهایتان را تغذیه میکنین، اهدافتان را تغذیه میکنین، عشق و علاقه درونیتان را بیشتر و بیشتر تر میسازین و فقط تمرکز بر اهداف و آرزوهایتان میداشته باشین، مهم نیست که امروز چه سختی هایی را سپری میکنین، مهم نیست در امروز در چه جایگاه قرار دارین، اما مهم است که در آینده به کدام جایگاه میرسین، خود در چه جایگاه میبینید. آیا از جمله افراد موفق میبینید، افراد که دیگران الگوی خود شما را قرار میدن، یا افراد یا سایر افراد؟ پس باید به خود یک رژیم هم تعیین کنید. فهمید شاید بختر غذا خوردن رژیم به خود تعیین کرده باشین. حالا ببین بختر فکرهای خودمون، بختر رویاهای خودمون، بختر اهداف خودم یک رژیم تعیین کنید. منظور از رژیم میدونید چی عزیزان؟ هر آن چیزی که باعث میشه شما را از مسیرتان یک لحظه هم دور بسازه، او را از خود دور بسازه. افکار منفی و نامثبت که توسط دیگران میخوان به شما انتقالش بدن نادیده بگیرید. تمام میشه. این هست رژیم فکری شما. این هست رژیم مغز شما، رژیم رویاهای شما. و همیشه رویاهایتان را تغذیه کنید. و همیشه به دنبال همون پنج حلقه افرادی که تعیین میکنین در اطرافتان، افراد باشه قطعاً بهترین جایگاه‌ها را بتونید به او را بدست بیارید. و او زمان است که میتونیم بهترین فرد باشیم. چون افراد موفق چهار ویژگی دارن. یک، تصمیم جدی میگیرند. دوم، با قدرت شروع میکنن. سوم، منظم ادامه میتن. و چهارم، تا اصول نتیجه ادامه میدهن. یعنی هیچ که دست از تلاش بر نمیدارن. دست از عشق و عزیزن بر نمیدارن. دست از کمک و مشاوره دادن بر نمیدارن. مطمئن هستم تک تک ویژگی هایی که بیان کردیم در همه شما ایزان موجود هست و شما میتونید لیاقت بهترین ها را دارید و بهترین جایگاه ها از آن شما هست ایزان. فقط کافی است من درونیتان بیدار کنید، عاشقانه از هر روز اقدام کنید، هر روز عشق به ایزانتان توسط این محصولات فوق العاده عالی هدیه بتونید به معرفی بگیرید، هر روز لبخند های زیبای بر لبان عزیزانتان، اعضای سازمانتان با وجود بیارین. پس این شما هستین که موفقیت لیاقت لمس کردن شدین و هر یکتان مطمئن هستم جایگاه هایی را به دست خواهد آوردین که حتی فکرشم کردن نمیتونید، چون با واقعیت
شما بهترین بهترین نان هسته. پس این بهترین بهترین لیاقت بهترین ها هم داره کوره بدست داره. پس ممنون از توجهتان عزیزان. همیشه موفق و کامگار باشین. همیشه عاشقانه بخندین. لبخند بر لبانتان حق باشه و پیروزی ها و موفقیت ها فرش قدم هایتان. جهان سپاس. ممنون. ممنون از مصطفی جان، خیلی هم فوق‌العاده والی بود، واقعا لذت بردیم، خیلی کیف کردیم. عزیزا همه یک کف زومی، همه عزیزا به افتخار مصطفی جان بزنن یک کف زومی، همه دست جمعی. در جریان صحبت ها هم همه قلبک ها کف و همچنان لایک های زیاده و مصطفی جان نثار کردن، خیلی هم فوق‌العاده بود، واقعا لذت بردیم. ممنونت مصطفی جان، خیلی عالی بود، دمت گرم، خیلی هم فوق‌العاده. روزی یک معلم از شاگردانش پرسید بچه ها فکر میکنید ارزش یک انسان چگونه معلوم میشود؟ یکی پاسخ داد ارزش یک انسان به چیزهایی است که دارد. معلم لبخند زد و گفت روی زمین چیز مهمتر از انسان نیست، پس نمیتوان ارزشش را بر مبنای چیزی کم ارزشتر از خودش سنجید. یکی از انتهای سن بلند شد و گفت ارزش یک انسان به چیزهایی است که دارد. معلم گفت آنچه والا بودن یک فرد را نشان می‌دهد کرده های او نیست، چون بیخبون آنها معلوم نیست. گاه انسان ها کارهایی را انجام می‌دهند که با اهداف حقیر و گاهی کارهای کوچک را انجام می‌دهند با نیت اخلاص. آنگاه معلم خود پاسخ داد و گفت ارزش انسان به نداشته های اوست. همه تعجب کردند. یکی گفت پس من از همه با ارزشترم، چون چیزی ندارم، حتی کفش های پایم برای خودم نیست. همه خندیدند و استاد ادامه داد ارزش شما به نداشته های شما هست. هر چیز که شما در زندگیتان ندارید و در فکر به دست آوردن از او هستید، در حقیقت ارزش شما همان چیزی است که در رابطه با او فکر میکنید. اگر شما در فکر دست یافتن به یک خانه رویایی بزرگ و شیک هستید، ارزش شما همان خانه است. و اگر در جستجوی یک دوچرخه، موترسایکل یا موتر شیک هستید، شما به اندازه خواسته هایتان ارزشمند هستید. و اگر در جستجوی شادی و سلامتی و محله و جامعه و خانواده خود هستید، ارزش شما خیلی بالاتر خواهد رفت. و اگر در جستجوی رسیدن و اگر در جستجوی خداوند باشید، ارزش شما خیلی بالاتر خواهد رفت و شما ارزشمندترین خواهد بود. یادتان نرود هر چیز که در جستن آنی. ممنونتان عزیزان و حالا فرصت رسیده به افرادی که از اشتیاق و شور و هیجانشان که در بزنس اشتراک کردن، از محصولات کمپانی استفاده کردن و آینده خود را چیگونه در بزنس و تجارت میبینن و هر روز با آموزشاتی که برایشان برگزار میشود با افراد ارتباط هستند، محصولاتی که به فروش رساندن چی حس قلبی دارند. ما در این قسمتی از برنامه از بعضی دوستان ما دعوت میکنیم، از بعضی بزنس پارتنرهای خود دعوت میکنیم تا حس قلبی خودشان را برای ما و شما بیان کنند که چی حس واقعی و قلبی نسبت به بزنس و محصولشان دارند. و همه حس زمانی گفته میشه یعنی حس قلبی است، یعنی چیزی که واقعا همین لحظه حس میکنی او را بیان میکنی و این میشه حس قلبی. زمان حس قلبی باشه و جانب مقابلم قلبی را میپذیره و این میشه حس قلبی. حالا از دوستای خیلی عزیز ما خواهش میکنیم از سراسر کشورهایی که هستن، از افغانستان امروز فکر کنم بیشتر افرادی که صحبت میکنن هستن، حالا اسم میبریم از اولین فردی که قرار است حس قلبیش را یادآوری کنه، بانوی خیلی مهربان بانو لطیفه نوری از افغانستان کابل، حسشان نسبت به بزنس و تجارت و محصولات قرار است برای شما بیان کنند. بانو لطیفه نوری، اگر دوستان عزیز مایکشان آن کنند خیلی ممنون میشم. بانو لطیفه نوری،
خیلی هم فوق العاده میشه. مایکشان آن است. بانو لطیفه نوری میشنویم از شما. صدای ما رو میشنویم؟ بله بله، صدایتان کاملا خوب است. هر لحظه که صدا نبود من یادآوری میکنم شما راحت صحبت کنید. در طول مخی اول خپل دوستان تا سلامونه وړاندې کوم، او بعد سلام خوشحاله ایم چې تاسو دوستانو سره په دې مجلس کې ایم، او زما ته کومه انګیزه چې پیدا شوه او کومه ترقم ما غوښتل چې زه دا تجارت شروع کړم، و ما انگیزه که بر ما پیدا شد و کدام ما خواستم از کدام طریق تجارت آغاز کنم، ما قصه خود برای شما میگم. اما پیش 3 ماه پیش ما زانوام درد میکرد و ما پیش دکتر میرفتم و دوا میگرفتم، نتیجه نمیگرفتم. باز ما یک نقطه گرفتم، دو نقطه، نتیجه نمیگرفتم. باز می دوا را که می خوردم خوب می شدم، وقتی دوا خلاص می شد باز زانویم درد می کرد. به می رقم به پیش دکتر یونانی هم برو دوا می گرفتم، نتیجه نمی داد. باز یک روز امروی دوستم صحبت می کردم، دوستم برام گفت در این صحبت برام گفت چطور است لطفا جان زانویم؟ ما گفتم زانویم خوب نشده، به می رقم درد می کنه. بازی مرا گفت که من میخوایم برات یک محصول معرفی کنم و محصول بسیار خوب و عالی است، مگم کم قیمت. من گفتم سعیست پروا نمی کنم، مقدر دوایی که ما دکتر گرفتیم و خوردیم ایام ورسره ایرام گرفتم. گفتم سعیست، باز 4 قطعه محصول گرفتم و استفاده کردم. یک 2 قطعه خوردم، نتیجه نگرفتم. باز دادنم گفتم والا ایام از این محصولات برآمد، خو خیر باشه. بازی 3 قطعه را خوردم، 4 قطعه را که خوردم آیسته آیسته زانم رو به خوب شدن شد. ما پیش از اینکه ما این محصول استفاده کنم ما در زینا بالا شده نمیتونستم و ما نمازم خوانده نمیتونستم، 4 زانو شیشته نمیتونستم. این 4 قطعه را که من خوردم نتیجهش را گرفتم. بعد از او باز ما خوب شدم، میخوایم که دیگه هم از این محصول استفاده کنم. 50% ما زانویم خوب شده، میخوایم که 50% به 100% تبدیل شود. باز ما امرای استاد مدثر آشنا شدم. استاد مدثر درباره محصولات برام راهنمایی کرد و هم طریقه استعمال از ایره برام گفت و طریقه فروش از ایره. باز ما خواستم از استاد که ما میخوایم کمی تجارت کوچک خودم آغاز کنم. گفت بله میتونی شما خودتون آغاز کنین. باز ما تنها نیستم، امرای من دخترم دیانا جان هم در تجارت امرایم همکار است. باز محصولات خریداری هم کردیم، به فروش هم رساندیم، تیم سازی هم کردیم و ما از این تجارت خود بسیار خوشحالم هستم، رضا هستم و دوستان خود هم از این تجارت معرفی هم کردیم و دوستانم هم از این محصولات خریدن و رضایت دارن و ما خوشم هستم. باز اینا ما خودم شخصا از استاد مدثر تشکری میکنم و خوشحالم هستم که امروی ما در می محصولات همکاری کرده، راهنمایی کرده، خوشحالم هستم از پیشان و شخصا قلبا از تشکری میکنم و کسایی که مرا میبینه و اگر خوش هستن و میخواین که می تجارت پیش ببرن و میتونن پیش ببرن، ماده می تجارت بسیار چیزا را آموختم و میاله من خوش هستم که در جمع شما دوست هستم، امرای شما معرفی شدم و امرای شما هستم، خوش هستم و به من جای افتخار است که امرای شما خوبان هستم. دیگه لور وقتم نیستم، دونه و علم لرو دلت هستم و ویلی مننه خیر ویسی تاستا خوب خوارم. ممنون از بانو لطیفه نوری، واقعا احساس خیلی خوب و قلبیشان یادآوری کردن. حالا دوستایی که اینجا جدید هستن و روز اولشان است در وبینار خیلی خوب والی اشتراک کردن. حالا بعضی اوقات خوب بعضی تبلیغات و بعضی موضوعاتی که در جاهای سنسازی میشه و صحبت میشه، بعضی ها شاید همچون مفکوره و همچون ذهنیت را حالا در بین ما شما نیست، همچون فرد در جاهای دیگری داشته باشن، اما اینجا همه احساس قلبی است که یک فرد یادآوری میکنه، همه احساسی است که واقعا
از اون نتیجه گرفته و نتایج خوبی برای خودش ایجاد کرده و خودش قلبا خواسته بزنس و تجارت آغاز کنه، دیده که محصولات نتایج دارن. حالا چرا چی خوب است که من بتونم یک زمینه خدمت به دوستا و اطرافیانم باشم که این محصول از طریق من بتونه برای اونها انتقال پیدا کنه و هم یک زمینه درآمد خیلی خوبه برای خود ما ایجاد کنیم. ممنون از بانو لطیفه نوری. و حالا از یکی از دوستای خیلی خوب ما تقاضا میکنیم، از افغانستان هستن، از کابل، عبدالصبور مسلم. عبدالصبور مسلم یکی از افراد خیلی خوبه که هفته قبل راجستر شدن و بزنس شروع کردن. حالا اگر در جمع ما قرار دارن یک لحظه که فکر کنم در حال جستجوی اسمشان هستن. حالا عزیزا اسمشان مایک در اختیارشان قرار داده شده، میشنویم. مسلم صاحب از شما. سلام 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 خدمت استاد مدثر عزیز، خدمت لیدر عزیز ما انعام الله فاضلین. طبق معمول با یک شعر از مولانا شروع میکنم. من طریق سعی میارم بجا، من طریق سعی میارم بجا، لیس للانسان الا ما سعی، نیست بر انسان مگری که تلاش کنه. عزیزایی که دی پروسه میپیونده و از قبل وجود داشته و خواهان موفقیت هستند، هیچ فرمول برای موفقیت وجود نداره مگر اینکه تلاش بکنند. یعنی 99% تلاششان و 1% استعداد و مهارتایشان کار به جای کار میرساند. خب ما میایم یک فلسفه کلی از خواست انسان ها میگم بسیار کوتاه و باز بالاخره داستان زندگی خود و چگونگی آشنایی با ویابیتا و استفاده از محصول و بینش و نگرشی که نسبت به ویابیتا دارم و به کسایی که نو تازه میخوان داخل شوند، با چی اسلحه باید داخل شوند، چه قسم باید پیش برن، ترفندهایی که باید استفاده بکنه، اینا رو میخوایم بگم. اگرچه از ورود خودم مدت خیلی کمی میشه، اما بازم چون از قبل دیدگاه های وجود داشته میتونم بیشتر روی از این مسئله فوکس کنم و روشنی بندازم. استاد مدثر عزیز صدای مرا داره مگی؟ بله بله صدایتان کاملا هست، یکم سریعتر انشالله که همه چیز عالی میشه. سریعتر میگم. انسان‌ها در حقیقت دنبال موفقیت و خوشبختی هستند، هر کس به هر نوعی که است، و موفقیت دو معمول داره، یکی آسایش است یکی آرامش است. آرامش با یاد خدا امکان پذیر است، چرا خود خداوند میگه که الا تطمئن القلوب الا بذکر الله، هیچ فرمولی نداره مگر اینکه شما ذکر کنید. و آسایش یا بعد از آوردن سهولت‌های زندگی برمیگرده به کار و بار و تجارت و بیزنس، و این بیزنس از سه طریق امکان پذیر است، قسمی که شما یادآور شده بودین، یا کارمند باشی، یا فریلنسر باشی، یا آزادمنش باشی، و یا که کارآفرین باشی. من ادامه نمیدم، اما من داستان زندگی خودم میگم. من از قبل هیچ خوش نداشتم کارمند باشم، یعنی از دوره مکتب از خورترکی هیچ وقت در تصور نبود که برای دیگران کار کنم، میگفتم برای خود باید کار بکنم. و به می سیستم همیشه مشکل پسند بودم، کارهای مشکل رو انتخاب میکردم و شعارم همی بود، میگفتم یک ماه کار باید بکنم و حداقلش یک سال باید از بهره از کارم استفاده بکنم، که بدون شک جز در تجارت در هیچ چیز دیگه نیست. و از همین خاطر راه تدریس انتخاب کردم، چون 4 ساعت تدریس میکردم، در 4 ساعت میتونستم به بخشای دیگه زندگی برسم. مسئله از این که گره که از زندگی انسان ها باید باز شود و پیشرفت کنن یک گره هست، و او گره دربند بودن یا برده بودن هست. انواع بردگی را مال تشریح نمی کنم، فقط همه قدر میگم تا زمانی که انسان به استقلالیت استاد مدثر ما کوش میکنم در 5 دقیقه خود تمام کنم، حتی یک دقیقه وقت بله. بله استقلالیت فکری، استقلالیت عملی و استقلالیت مالی، و ما در قسمت استقلالیت فکری رسیدم و استقلالیت عملی رو تجربه کردم، ولی برای اینکه به استقلالیت مالی برسم بسیار مشکلات داشتم. رفتم یک سرچ کردم که من چی کار را میتونم بعد بکنم، آیا میتونم کار تولیدی شروع کنم یا کار خدماتی شروع کنم و یا اینکه کار تجارتی شروع کنم. هر کدامش مشکلات خاص خود داشت و بالاخره تصمیم گرفتم که بیا محصولات دیگرا را بفروشم، چون پول از من نمیره، محصول از دیگه کس است و میرم بفروشم. مسلم صاحب حال دارین صدای مرا؟ مصدر جان برای ما خوب است صدا، ما میشنویم درست و واضح. مدثر جان صدا درست است عزیزم؟ درست است؟ بله ها درست است، بفهمید. بس بله 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 کاملا درست. محصولات دیگرا را برام آدمی ایران بودم که من چطور میتونم محصول خوب را پیدا بکنم، یعنی محصولی که باز ما بتونم یک شبکه از مشتری های خود پیش خودم ایجاد بکنم. نتورک خیلی تصورم نبود، میگفتم پیش خود یک لیست میگیرم و بالاخره همین کارو میکنم.
یعنی پاره وقت. اما در شرایط خیلی بد قرار گرفتم که دمی اسنا یک فرشته نجات خداوند سر داده، بالاخره بانو نایا به همراه ما سر داد، اون بعد یک سیستم غیر مستقیم تا بالاخره ما را معرفی کرد. و در اولین سمیناری که استاد محسن عثمانی تشریح میکرد، در اولین سمینار ما اوکی کردم موضوع را، چرا از قبل دنبال همیت یک چیز بودم. و مسئله مهمی که در فروش مستقیم یا در فروش محصولات دیگرها چند مهارت همزمان میتونه آدم یاد بگیره، کی خیلی من در پی ازی بودم که باید چیکار کنم. قدرت نفوذ به دیگرها، مهارت‌های گفتاری، مهارت‌های قانع‌سازی، صداقت در گفتار و عمل، ارتباطات، نویسندگی، همدردی، همدلی، اینی موضوعات بود که از قبل خدا مرا داده بود و به می خاطر تدریس میکردم و در تدریس این مهارت‌ها فوق‌العاده رشد کرده بود و میتونستم در این بخش مثلا موفقیت داشته باشم. اما متاسفانه که در نتورک آشنایی با تکنولوژی بسیار پسمان هستم و هیچ نمیفهمیدم، از حتی ایمیل به خود جور کردن نتونستم. فکر بکنم که من یک آیدی فیسبوک جور کردن نمیتونستم. منتها با ویابیتا آشنا ساختم، با نونیلا و نایاب و در این قسمت مسلم صاحب صدا هست؟ صدای دان قطع شد. صدای شما هست مرسته جان، صدای مسلم صاحب قطع شد. فکر کنم انترنت چون کمی مشکلات تکنیکی هست، حالا در رابطه با انترنت خیلی بحثای خوبی را عبدالصبور مسلم یادآوری کردن، فکر کنم انترنت چون خوب شد. مایکتان آن کنین. مایی که مرمان کم حالا میم روی ویابیتا، ویابیتا رو چیگونه یافتیم که انتخاب کردیم که باید در ویابیتا کار کنم؟ دارین مرا؟ بله بله، صدایتان هست فعلا. در چند شماره ویابیتا رو من یعنی منحصر به فرد خودش پیدا کردم که من تیز تیز میخوانم، یکی محصول محور بود یعنی برند بود، محصولاتش در کدام مدت استفاده میشد یعنی میشه قابل استفاده بود. چرا با گفتیم سازرزان عقیبی میگه تا گوشت و پوست استخوان است، ما هم هستیم. و مسئله دیگه ای که محصولی را که برای ما میتره حتی دو برابرش، یعنی محصول برای ما میتره برابر پول ما. مسئله دیگه حمایت تیمی است و آموزش، یک خط آموزشی ایجاد شده که روز افزون دانش و مهارت و نگرش و بالاخره همه چیز بالا رفته میره. تضمین قوی با استفاده از محصول، یعنی تضمین به این معنا که ترکیب محصول خیلی عالی است و ما همی هست که میگه خودتان تا زمان که استفاده نکنین برای کسی معرفی نکنینشان. ای خصوصیت ها و درآمدهای گوناگون که از سه طریقه شما شاهدش هستم که درآمدهای گوناگون بود و بالاخره تقویت مهارت‌های ارتباطی، سفر، چیزایی بود که واقعا آرزوهای ما بود. و رهبر شدن، یعنی واقعا اگه کس دو سال سه سال ادامه بده بار کنه رهبری را یاد میگیره، حتی میتونه حکومت رهبری بکنه دیگه. توزیع خوب پولی در کشور، ما همیشه مخالف ازی بودم که پول از کشور ما بیرون بره، ولی خوشبختانه ویابیتا چیز هست که توزیع میکنه در قسمت های مختلف که اصلا پول ندیده ولایت های دودرست اونجا پول میرسه با از هسته مرکزی. و شغل آفرینی برای صدها و هزارها جوان فرصت شغل یعنی درآمدزایی پیدا میشه. و حالا من استاد انعام الله فائز چگونه پیدا کردم؟ ما واقعا یک چیز بگویم، نمیفهم که استاد فائز خودشان هستن یا نیستن و نمیخوایم خدای نخواسته تملق بکنم. اصلا عزیزا رهبر ملی افغانستان، ما لقب رهبر ملی را با استاد فائز میدم، استاد انعام الله فائز میدم از دید خود و این را ثبوت دارم. وظیفه یک رهبر چی است؟ وظیفه یک رهبر اتحاد و انسجام اقوام مختلف به دور یک محور است. کی کار استاد انعام الله فائز کرد؟ مسئله دومش از بین بردن فقر است، توزیع عادلانه پول است. مسئله سوم شغل زدایی یا شغل آفرینی است، این مسئله است. مسئله چهارم حمایت است در جهات‌های مختلف. پس اینا رو شما بگین که استاد فائز رهبر است نیست، بگذارین که هر کس هر چیز میگه، اما بدید ما این به مرور زمان ثابت میشه. هرگاه شعور سیاسی و شعور فکری مرد ملت افغانستان بالا بره، باز یک وقت میفهمن که فائز، استاد فائز کسی بود که واقعا کاری کرده بود. آخرین مسائلی که میخوایم بگم، آخرین موضوعی که یک دقیقه دیگه وقت میگیرم، افراد نوارد یا تازه وارد مثل ما کسایی که میان داخل میشن اینجا. عزیزا یک چیز براتون بگم، در اول ما شعر خواندیم که لیس الانسان الا ما سعا، بدون تلاش هیچ امکان نداره. به یک شبه کسی موفق نمیشه و میلیونر نمیشه، هیچ امکان هم نداره. از زندگی شروع تا هر کسی که میلیونر شده اینو میلیاردرای خود ساخته و
یعنی خودشان به جای رسیدن این را میفهمن و میگن. یک مسئله لیس الانسان الا ما سعی. مسئله دیگه ای که اگر بالفرض فروش مستقیم انجام نمیدادی یا دنتور کار نمیکردی چه کاری میکردی؟ اگر تو کاری کدام کاری بودی خود قدر وقت میکردی؟ نکردی. سالها شد که فارغ شدی، به اصطلاح دیگری در بغلت بیکار موندی. یک و دوم دیگه، اگر این کار انتخاب نکنی، فروش مستقیم انتخاب نکنی، با ویابیتا کار نکنی، در 5 سال آینده به کدام درآمد خواهی رسید؟ در حالی که با 2 ساعت کار 5 سال بعد ما تضمین میکنم اگر به اون سیستمی که ما ایجاد کردیم حرکت کنیم. مسئله سوم، جنسی را که خریداری میکنن در حقیقت فایدهش از امو پول را که پرداخت میکنن مفادش از او کده بالاتر میره. این مسئله دیگه. و مسئله ای که یک طرفنده برای عزیزا میگم و خداحافظی میکنم، تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. دوستو عزیز، طیفا یا طبقات مختلف مشتریاتون را شناسایی بکنید، کسایی که تازه میان، یعنی ردای مختلف یا طیفای مختلف وجود داره. ما میتونیم از مثلا افراد اعتماد بالا استفاده بکنیم و از اعتماد بالا درجه دومش استفاده بکنیم، میتونیم از سازمانی که کار میکنیم شروع کنیم و بالاخره توزیع کننده های دست دوم که بعد از ما میشن، کسایی که با ما هم کار میشن. اینیا را یک برنامه پیش خود شروع کنین و هر قدر اقدام بیش، احتمال بیشتر، فروش بیشتر، موفقیت بیشتر. سپاسگزار هستم که وقت دادین. برای ما کل عزیز است. خداحافظ. ممنون از عبدالصبور جان مسلم. واقعا خیلی لذت بردیم از حس قلبیشان. حس قلبی به این میگن که واقعا قلبی. چند وقتی که ورود شدن به ویویتا و تیم آموزشی قوی رایز اند شاین و این حس قلبیشان نسبت به بزنس هست. خیلی افراد هستن که از قبل نیاز به همچون بزنس و شدیداً دنبال همچون بزنس هستن که بتانن اینجا فعالیت کنن و بتانن درآمد و خدمت و کمک انجام بدن. اینجا تنها فروش محصول نیست، بلکه راه اندازی یک فرهنگ درست، راه اندازی گرد همایی همه اقوام دور هم و یک مستحکمیت و یک عدالت و از لحاظ درآمد از هر لحاظ اینجا فراهم است. و عبدالصبور جان مسلم کسی است که واقعا این را به واقعیت معنا درک کرده و امروز آمدن حس خود همه را به شکل خلاصه بزنس ویویتا همه را برای شما توضیح دادن. واقعا لذت بردیم. خیلی ممنون از مسلم جان و همچنان فعلا از یکی از افراد به شکل ویژه خواهش میکنیم که بیاین. حسشان البته خیلی وقت میشه راجستر کردن، 4-5 ماه میشه که راجستر شدن و امروز از یک جای متفاوت میخواین حس قلبیشان رو یادآوری کنن. و قسمی که در شروع یادآوری کردم، شما میتوانید دنیا کنونی فعلا حالتی که برای خود ایجاد کرده، شما میتونید دوستان فراوانی در سر تا سر دنیا داشته باشید بدون اینکه در اون کشور شما سفر کنید و بعد از اون میتونید بعد از مدت بتونین او بزنس پارتنرایتان، او افرادی که از روی پرده تلفن و دوربین شما را خدمت میکنه و شما کمک میکنه و شما را به یک درجه خوب میرسانه، شور و اشتیاقتان باعث میشه که باید او افراد شما از نزدیک ببینین و باید بتونین از نزدیک صحبتایش داشته باشین و پشت تلفن خوب دیگه حالا این زمینه فراهم است، اما حضوری لذت خاص و هیجان خاص خود داره. حالا از خودشان میشنویم که چی هیجانی فعلا داره نزدیک افراد خیلی موفق و خوبی را از نزدیک دیدار کردن و صحبت کردن. میشنویم از حس قلبی بانو نادیا که استانبول رفتن و نزدیک استاد ناملا فایز هستند و همچنان دکتر صاحب هیدی بزرگوار و از اونا حس قلبیشون رو میشنویم که چی احساسی فعلا در اونجا دارن. بانو نادیا سلام. سلام سلام مجدد. به 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 اینقدر قشنگ حرف زدین، توصیف کردین، من داشتم دنبال یک شخص جدید میگشتم که این فرد کی هست. مرسی مرسی مرسی. همینطور داشتم با دایرکت عزیزم آمنه جان داشتم صحبت میکردیم که کی هست، چقدر قشنگ، چی خوب. داشتم یه دل خودم تشویق میکردم همزمان که هست چقدر خوب، دنبالش میگشتم توی افراد اینجا، نگو خود بنده بودم. خیلی عالی خیلی عالی. مرسی بابت توصیف زیبایتان مصدر جان عزیز از مدثر جان عزیز از افغانستان. مرسی ممنون.
دیگه اقا ماشاءالله همگی خوب حرف زدن، اقا چی میگن کتابی روان حرف زدن که وقتی من میویم الان من زبانم بند آمده چجوری صحبت کنم، من اقدر روان و کتابی حرف زدن از من کمی بدوره، من همینجا خودمونی صحبت میکنم انشاءالله همه من رو متوجه شید. من خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم که دوباره این موقعیت در من ایجاد شد یک مقدار با شما صحبت کنم از یک جای دور. البته در سویدم بودم، جای دور بودم، اتفاقا اینجا یک مقدار در شما نزدیکترم، خصوصا در افغانستان ایران که ترکیه میشه گفت که یک جورایی میشه همسایه. خب خلاصه خیلی خوشحالم واقعا واقعا اصلا اینجا انشاءالله آرزو میکنم یک روز همگی با هم همیتو یک مسافرت داشته باشیم. من خواست میشه گذاشتم مسافرت کاری، چرا که اینجا با آمدن در اینجا ما افلاین های عزیز دیدیم، جناب آقای دکتر بزرگوار، واقعا او چیزی که ما پشت قاب زوم میبینیم با او چیزی که از نزدیک میشینیم و صحبت میکنیم زمین و آسمان تفاوت داره. واقعا پی میبریم که این حضور اینا واقعا چقدر چجوری بگم تاثیرگذاره، چقدر اینا حضورشون سبز و خوبه و ما خیلی با صمیمیت فراوان میشینیم صحبت میکنیم و اینجا من خیلی دیگه نمیشه کتابیش کنم، جایتون خالی دوستانه میشینیم صحبت میکنیم، حرف میزنیم راجب کار، راجب خودمون، همینجور خیلی 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 دوستانه و جایتون خالی. امروز هم جدا از کار و بحث و اینا امروز بیرون بودیم و یک روز تا حالا من فکر میکردم نرسم، ولی چه خوب که شانس آوردیم یک ساعت عقب جلو شد ساعت و ما به وقت رسیدیم و رفته بودیم که یک کم بیرون استانبول ببینیم، شهر بسیار کلان. آرزو میکنم همیتان بیاییم تو یک مسافرت، هم لیدرهای عزیز ببینین، فیض ببرین، آقای نامالا فیض جان عزیز و همینجور آقای دکتر عزیز ببینین و همینجور هم که برین بازار ولی یک چند تا کلمه استانبولی یاد بگیرین، ترکی ترکی یاد بگیرین، چون که وقتی میریم اونجا یا خود ما چون یک کم شباهت داریم ده هم دیگه خیال میکنن ما ترک هستیم و شروع میکنن همراه ما ترکی صحبت کردن و خیلی جالبه که من همینطوری میگم چی و من باز شروع میکنم با اونا فارسی صحبت کردن، یعنی خیلی من فکر میکنم و فارسی زبانم و فکر میکنم من ترکی زبانم، همینطور با هم دیگه تا اینکه وسط آمنه جان میاد ما رو در یاد هم دیگه میندازه که من ترک نیستم اونا فارس نیستن، یعنی خیلی خوب. ولی اگه تنها بیاین اینطوری دیگه باز کسی نیست یادآوری کنه، برای هم یک چند کلمه ترکی یاد بگیرین برای اولی اوایل آشنایی. خیلی خوشم، خیلی خوشم دیگه. اگه من بخوام بیان کنم کل ساعت میره، چیزی برای گفتن اگه باشه انشالله در تایم های بعدی خواهم گفت. جایتان ها خالی، واقعا خالی، دیگه یک کم هم آمنه جان صحبت کنه، انشالله باز دیگه دفعات بعد بیشتر در خدمتیم. مرسی مصدر جان عزیز که وقت گذاشتین برای من. ممنونتان، ممنونتان از بانو آمنه، خواهش میکنیم صحبت کنن، حسشان رو یادآوری کنن. سلام به همه بچه ها، سلام آقای مدثر، قرار نبود من امروز صحبت کنم، یکم سورپرایز شدم. خیلی معذرت که در ابتدا من متوجه نشدم اسم شما رو یادآوری کنم. نه خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که همه بچه ها رو از ترکیه میبینیم، از اینجا حس دیگه است، حس عجیب هست که ما نزدیک آقای دکتر آقای فایز هستیم. خیلی خوشحالیم واقعا که اینا رو از نزدیک دیدیم، انشالله که شما بیاین اینجا و بتونین یا که به یک طریق دیگه بیتن اینا رو از نزدیک ببینین. خیلی خوب هست واقعا و نمیدونم دیگه چی بگم، حس خوبیه، خیلی خوشحالیم. احساس قدرت میده به آدم، احساس قدرتمندی میده، چرا که میدونیم چه لیدرهای مهربانی پشت سر ما هست و حضور سبزشان همیشه هست، یعنی یک رقم قدرت مندی رو در درون خودتان حس میکنین وقتی ملاقات میکنین لیدرهایتان، یعنی این حس ما داریم الان، این حس داریم با یک خانم هستیم در جای دور شروع به کار کردیم، فکر میکردیم آیا این موقعیت جور شوه نشوه که بتانیم ملاقات کنیم که آیا جور شوه و یکی الان این موقعیت جور شد و ما اومدیم، واقعا این احساس قدرتمندی رو داریم که لیدرهای مهربانی هستن پشتوانه ما
و ما میتونیم دست به دست همدیگه ای راه پیش ببریم. انشالله به موفقیت برسیم. قله های پیروزی رو فتح کنیم. خب زیاد وقت نمیگیرم عزیز، شما میتونیم که ادامه بتین. هرچی من زیاد توصیف کنم زمان میگذره و صحبت های من تمام نمیشه. مرسی، مرسی بازم. تشکر. ممنون از بانو نادیا و بانو آمنه. حالا کسایی که در جریان نیستن از سویدن رفتن استانبول، فعلا استاد ناملا فایل استانبول هستن و همچنان دکتر سپیدی و دیدنشان رفتن و لذت بردن، یک جا بودن از صحبتهای خیلی فوق‌العاده والی که استاد ناملا فایز داشتن و همچنان دکتر سپیدی عزیز داشتن. واقعا لذت میبرید و این واقعا یک افتخار فوق‌العاده هست که شما در کناری از اونا هستین. ممنونتان از حس فوق‌العاده‌ای که دوستان ما یادآوری کردن. خیلی هم خوشحال شدیم از این بخش برنامه. همه دوستای عزیز حس واقعی خود یادآوری کردن. همیشه زمانی که حرف از یک واقعیت میشه خیلی دلچسب و هیجان انگیز میباشه و این قسمت برنامه خیلی فوق‌العاده بود. حالا میریم به سمت یکی از افراد خیلی خوب و عالی که موضوعات خیلی خوبی آماده کرده و قرار است برای ما شما بیان کنن. قبل از یک داستان براتون یادآوری کنم عزیزان. یک پسر پیش پدرش رفت و گفت که ارزش انسان در زندگی چقدر هست. پدرش یک فرد خیلی زیرک بود. قبل از اینکه جواب برش ارائه کنه یک سنگ برش داد، گفت را ببر بیرون و هر کسی از تو پرسان کرد که قیمت این سنگ چقدر هست فقط دو انگشت نشان بده و چیزی نگو. و این پسر بیرون رفت و سنگ گذاشت پیش خانهشان، اونجا نشست و یک خانم آمد و دید سنگ، گفت خب من این سنگ میخوام در باغچه خانم قرار بدم، میخوام بخرمش، قیمتش چقدر هست؟ این پسر بدون اینکه چیزی بگوید دو انگشت خود نشان داد و او خانم گفت که $2 و میخوام بخرمش. پسر سری به خانم آمد و پدرش گفت که سنگ یک فرد حاضر است که $2 خرید کنه. پدرش گفت حالا جایی که میخوام این سنگ ببری فروشگاه موزیم خانه هست. و پسر و هر کسی اگر قیمت سنگ پرسان کرد فقط دو انگشت نشان بده و چیزی نگو. این فرد سنگ گرفت، پسر بیرون برآمد، رفت در موزیم خانه. اونجا زمانی که صاحب موزیم خانه دید و سنگ گفت که میخوایم این سنگ خریداری کنم چون یکی از سنگهای قدیمی هست، میخوایم این را بخرم، قیمت سنگ چقدر هست؟ این پسر گفت که دو انگشت نشان داد و چیزی نگفت. صاحب موزیم خانه گفت $200 این را میخوایم بخرم. فرد خیلی هیجان داشت و با هیجان رفت و سمت خانه و پدرش گفت که یک فرد حاضر است سنگ $200 خرید کنه. پدرش گفت آخرین جایی که میخوایم این سنگ ببری فروشگاه سنگهای قیمتی هست، اونجا ببر. پسر سنگ و هر کسی اگر قیمت سنگ ازت پرسید فقط دو انگشت بلند کن و چیزی نگو. پسر سنگ را گرفت رفت و سمت فروشگاه سنگهای قیمتی. زمانی که اونجا وارد شد و دکانداری را دید با هیجان گفت که این سنگ از کجا پیدا کردی؟ این یکی از قیمتترین سنگ ها و کم نایابترین سنگ هایی است که در دنیا پیدا نمیشه. میخوای میره بخرم، چقدر میخوای به فروش برسانی؟ این پسر چیزی نگفت و دو انگشت خود را بلند کرد و صاحب فروشگاه سنگ های قیمتی گفت $200,000 میخوایم بخرمش. این پسرک نمیفهمید که چی بگوید، سریع با هیجان به سمت خانه برگشت و پیش پدرش رفت، گفت یک فرد حاضر است که سنگ را $200,000 خرید کنه. اینجا پدرش برش گفت که حالا فهمیدی که ارزش انسان چگونه هست. اصلا مهم نیست که از کجا آمدی، از کدام قوم هستی، از کدام پوست، از کدام نژاد هستی و از کدام کشور هستی، از کدام ولایت هستی. مهم این است که کدام نقطه را برای استادن برای خودت انتخاب کردی. اگر جایی را انتخاب کردی که اطرافیانت ارزش تو را $2 می دانند یا جایی را انتخاب کردی که اطرافیانت ارزش تو را $200 می دانند یا جایی را انتخاب کردی که اطرافیانت ارزش تو را $200,000 می دانند. انسان ها در وجود خودشان دارنده یک الماس هستند. هر انسانی دارنده یک الماس در وجود خود هست. حالا این الماس در جای قرار می ده که افراد ارزش از این را $2 می دانند، $200 بدانن یا $200,000 بدانن. و ما مسئولیت داریم که بر علاوه که
الماس درونی خود را کشف کنیم، باید به دیگران هم کمک کنیم که الماس درونی که در وجودشان نهفته هسته او را کشف کنند و از توانایی ها و داشته های خود استفاده کنند. باید در جایگاه قرار بگیریم که انسان ها ارزش ما را درک کنند و ارزش ما را بدانند و جایی که واقعا شما فکر میکنین ارزش شما درک میشه کجا هست. آیا شما در جای قرار دارین که اطرافیانتان شما را $2 میخرن، $200 یا $2000؟ باید جایگاه مشخص خود را پیدا کنین که کجا باید کدام نقطه را برای استادن برای خودتان انتخاب کنین تا برای شما ارزش و لیاقت داده شوه تا بتانین به بهترین ها برسین. و در این قسمت برنامه از یکی از افراد خیلی با هیجان، یکی از افرادی که واقعا دوام آوردن کارش است و همیشه مثبت و فوق‌العاده هست، با انرژی هست، امروز موضوعات خیلی خوبه آماده کرده، موضوعاتی که همیشه دوست داره. حالا من عنوان بحث خوبه که خودشان یادآوری کنند، خیلی بحثای خوبی خواهند داشت. از احمد جان صالح از افغانستان مزار شریف خواهش میکنیم مایک در اختیارشان قرار میتیم تا بحثای فوق‌العاده شده داشته باشه. مطمئن هستم اجزا که خیلی تاثیرات خوبی برای همه ما ایجاد میکنه. با تمام هوش و هیجان به صحبتاش گوش بگیرین و بتونین که تغییرات خوبی به خودتون ایجاد کنین. احمد جان صالح، مایک در اختیارت هست عزیزم. ممنون مدثر جان عزیز، داشتنی. سلامت باشی. سلامت باشی عزیزم. دیگه بار دیگه اجازه نمیدیم که خودت سخنرانی بکنی. شوخی کردم. بار دیگه اجازه نمیدیم که خودت گردانندگی بکنی، چون اصلا لازم نیست که دیگه سخنران باشه. شوخی کردم عزیزان، امیدوارم که همتون عالی باشه. این مدثر جان واقعا دوست داشتنی هستن، واقعا یک لیدر فوق‌العاده عالی هستن که دیگه واقعا خودم تمام چیزایی که یاد گرفتم از اونها هست. سلام و درود خدمت تمام عزیزان، امید دارم همتون عالی فوق العاده باشین و هر جایی که هستین انرژی مثبت داشته باشین و در پناه خداوند باشین. دیگه در اول خوش آمدید میگیم تمام کسایی که اینجا هستن در این وبینار هفتگی عالی تیم آموزشی Rise and Shine. به اجازه استاد نام دوست داشتنی و عزیز که همیشه به حمایت کردن ما را و تشکر میکنیم از مدرسه‌جان که واقعا عالی بودن در تمام عرصه‌ای که از تمام کسایی که اینجا حس قلبیشون گفتن، من از پایین به بالا رفتم کمک کردم. و همچنان مصطفی جان نوری دوست داشتنی که واقعا حس خیلی خوبی را بر ما ایجاد کردن از مطلب زیبایشان. خب امروز در خدمت شما هستم در مورد یکی از جگه های خیلی قوی که نسبتاً تمام انسان ها دوست دارن که اون ویژگی را داشته باشن، که ویژگی هست که بیشتر ویژگی های دیگه در تحت ازدو قرار دارن و کمک میکنه ویژگی که قدم هایی که در زندگی بکنیم و تمام اهداف و آرزوهای خود ما را به دست بیاریم. امیدوار هستم که از تمام موضوعاتی که اینجا صحبت میکنم اگر یک چیزی را بگیرن، دوستای عزیزی که اینجا هستن و صدا ما را میشنون، فقط کافی است که یک چیزی ما را بگیرن، یک صحبتی که ما میکنم اونا بگیرن دیگه کافی هست و میتونن که خیلی تغییرات خوبی در زندگیشان ایجاد بکنن. قبل از اینکه برم موضوعات خب در مورد اون ویژگی همراهتون صحبت بکنم، یک داستان خیلی خوب و عالیه برای شما میگم که واقعا مطمئن هستم که ازش خیلی میتونیم که پند خوبی بگیریم و آموزنده باشه برای شما. و مهمترین مسئلهش اینجاست که مطلبی که میخوایم بگم در داخلش نهفته. روزی واعظ میایه با مردم در مورد یک دعا صحبت میکنه، میگه این دعا را شما بخونید و با خواندن دعا میتونید که شما از هر رودخانه بتونید عبور بکنید و مثل ازی که سر آب را میرین، مثل ازی که بر زمین را میرین، حتی به اینی حد میتونین که شما موفق باشین و عمل بکنین. خب در بین این جمعی که صحبت میکرد، یک جوان پاکدل اونجا بود که این سخن این واعظ را میپذیره و چون یک نگرانی خیلی قوی که جوان داره ایست که همیشه که میخواست خانه بره، در دم رایش یک رودخانه بوده که مجبور بوده که همیشه از داخل رودخانه بره و خیلی اذیت میشدن.
و زمانی که میشنوه و از وقتی که میره پیش رودخانه و دعا را میخونه و قدم میگذره و عبور میکنه از رودخانه و خیلی خوشحال میشه. تا حدی خوشحال میشه که تصمیم میگیرم این لطف این واعظ باید جبران بکنم و خداوند این فرصت رو میده و پیش واعظ میره و از او درخواست میکنه که مثلا این لطف خودت رو میخوایم که با آمدن به خانه جبران بکنیم. خب اتفاقی که میفته اینا میرن پیش رودخانه، پیش رودخانه که میرسه این جوان دعا رو میخونه و قدم میگذاره و از رودخانه عبور میکنه، ولی باعث اونجا استاد است و هیچ کار نمیکنه. زمانی که جوان اون طرف رودخانه میره به طرف باعث میبینه میگه خب دعا رو بخون حرکت بکن، او دیگه باعث یک جا استاد هست و هیچ کار نمیکنه. خب باز تکرار میکنه و این باعث میگه گفتون کاملا درست است و این دعا هم هیچ مشکلی نداره، ولی اون دل جراتی که تو داری را اون دل جرات من ندارم. در مورد این میخواستم صحبت بکنم که واقعا یک کلمه وجود داره به نام جرأت، جسارت و شجاعت، خب یا بیباکی. من میخواستم در مورد یک مقدار همراه شما صحبت بکنم. آمدن در این جلسه خودش واقعا یک جرأت خیلی بالا میخواهم. جواب دادن مثبت به یک دوست ما واقعا یک جرأت خیلی بالایی میخواهم. و ای که ما بیاییم در یک جلسه اشتراک بکنیم که تا به حال دو اشتراک نکردیم، او در اخر یک جرأت خیلی بالایی میخواهیم. تمام شما عزیزانی که اینجا هستین و جدید هستین و کسایی که هستن و بودن در داخل تجارت خودش جرأت میخواهیم که او را هر کسی میتونه داشته باشه. کافی است که فقط یک کار بکنه که در جریان بحث با هم در این مورد صحبت کردیم. ویژگی که من در رابطه با میخواهم صحبت بکنم فقط در یک جمله خلاصهش میکنم که میتونیم همه این بحث اینجا بگیریم. اوی است که اگر کسی را میشناسین، اگر کسی را میشناسین که بدون ترس میایه میگه با رفتارش و گفتارش این را نشان میده که عقیده ما اینی هست و بسیار به سادگی میایه این را بر افراد میرسانه، پس در افراد او یک فرد شجاع هست. خب شجاعت میتونیم از کارهای خیلی کوچک شروع بکنیم که بالاخره به سطح بالاش برسیم. و واقعا این تجارت، آمدن به تجارت یک جسارت خیلی بالا میخواد که تمام کسایی که اینجا فعلا هستن و صدای ما رو میشنون و مطمئن هستم که اینا هم افرادی هستن که دل و جرأت خیلی بالا دارن. پس چنانچه که در جلسه هفتگی پنجشنبه خودم رو گفتم، یکی از ویژنهایتان عزیزان، تمام کسایی که در اینجا هستند، یکی از ویژنهایتان باید ای باشه که شما برای هزاران نفر بین ای را ایجاد بکنین که بله تو جرأت زیرا داری که بری یک چیزی از خودت داشته باشی، تو جرأت زیرا داری که شرایط زندگی فعلنداری را تو تغییر بدی و مطمئن باشین که شما به این ویژنتان میرسین و بهترین ویژن میتونه برای شما باشه. احمد جان صدا هست؟ صدا هست احمد جان؟ فکر کنم اینترنت مشکل داره عزیزا. تا فعلا تا اینکه احمد جان میاد و جوین میشه دوباره عزیزا، من یک موضوع کوچک براتون یادآوری کنم. ساعت میگه 3 گرداننده داره و یک گرداننده‌ش از همیشان کرده خیلی فعالیت میکنه و خیلی کار میکنه و اکثر مواقع اسمی از او گرداننده گرفته نمیشه. شما میفهمین که ثانیه‌گرد خیلی سریع کار میکنه و باعث میشه که او دو گرداننده را به حرکت بیاره و دقیقه و ساعت را در حرکت میاره و بیشترین کار را این ثانیه‌گرد میکنه و بیشترین فعالیت انجام میده و همیشه اسمی از این در خیلی جاها گرفته نمیشه و خیلی مواقع همیشه گرفته نمیشه، اما پشت صحنه کار میکنه. و طور مثال اگر شما بگوین ساعت 2:15 هست، بگین ساعت 2:15 هست، اما گفت ثانیه‌گرد نمیگن که 2:15 و مثلا 15 ثانیه هست، 2:15 و مثلا 20 ثانیه هست. مثل خیلی انسان هایی میمونه که ما شما را همیشه حمایت و کمک میکنن، اما
خیلی جاها اسمشان گرفته نمیشه، اما هیچ وقتی اونا از گردش خودشان هیچ وقت منصرف نمیشن و همیشه به سرعت پیش میرن، مثل ثانیه‌گرد واری که در این شرایط و امروزه خیلی سرعتشم بیشتر شده که هر روز مثل ساعت واری میگذره و هر هفته مثل روز واری و هر سال مثل ماه سره میگذره و سرعتش بیشتر میشه. به این شکل انسانهایی در کنار ما هستن که نیاز به این ندارن که اسمشان گرفته شده یا نه، به سرعت کارشان ادامه میدن. احمد جان فعلا صدا هست؟ ممنون. بله بله کاملا با مزد کلن نت همون تو رفت، ایج نفهمیدون کجا رفت و سریع آمد، خیلی خوب شد. با مزد اشتا مثلا فرض میکنیم یک فرد تصمیم میگیره که بیایم یکی از آلات های موسیقی رو یاد بگیرم. فرض بکنیم پیانو رو یاد میگیره، انتخاب کردنش اولین قدم است و این اولین قدم جرأت میخواد، تصمیم گیری. گزینه دوم خیلی مهمتر است، خیلی مهمتر است، خیلی مهمتر است که ایران باید با جرأت بردارن و او هم دنبال آموزش ازی رفتن. حالا باید بره خیلی آموزش ببینه تا این دوره یاد بگیره. قدم سوم خیلی مهم است، باید شکست بخوره. هر چقدر شکست بخوره این حرفه‌ای تر و موفق تر شده میرم. گزینه چهارم که خیلی از اینا مهمتر است این است که مو به او ویژنی که واقعا باید برسه باید برسه و او در قرار گرفتن در سطح بالا هست. این چهار قدم همیشه در نظر بگیرین عزیزان. بر علاوه که ایره میشه در موسیقی مثال بتیم، در موضوعات هنر مثال بتیم، میتونیم که در تجارت مثال بتیم، در تمام سطح زندگی میتونیم که ایره مثال بتیم. یکی از سیاستمدارای خیلی برجسته انگلستان وینستون چرچیل هست، اونا میگه زندگی یا یک ماجراجویی جسورانه هست یا هیچ، یا یک ماجراجویی جسورانه هست یا هیچ چیزی دیگه نیست. پس اگر میخواین به هر جایی که میخواین برسین باید جسارت داشته باشین و ایره انجام بدین. میتونیم این جسارت به لیدر خیلی قیم ما استاد نام عزیز و دوست داشتنی در وجودشان میتونیم که ایره مثال بتیم. واقعا اونا جسارت کردن که در افغانستان اولین فردی بودن که شرکتی با این قدرتمندی را و تیمی آموزشی به یک قدرتمندی رو اونا ساختن و شرکتی که واقعا از یعنی ما اگر گذشته ما بگم یک فرد واقعا فردی بودم که اگر میانه برسان بگم بچه ننه میگن، خب اصلا هیچ کار دیگر رو نمی کردم جز مثلا در خانه بودم و 3-4 سال مثلا ما در خانه یک اتاق سپری کردیم و فقط یک کامپیوتر داشتم، فانتون میرفتم و امو اتاق میام فانتون میرفتم، اصلا هیچ کار دیگه نمی کردم. خب جالب بود که من اونجا واقعا خیلی چیزا رو آموختم و از همه که مهمتر فعلا آمدیم و در تجارت یکی از ویژنای خیلی قیمی هست که بتونم در اینجا افراد و عزیزان ما و مردم ما و تمام انسانها را کمک بکنم که به آرزوها و اهدافشان برسه و یک ارزش خیلی خوب برشان اضافه بکنم. موارد را براتون میگم، این موارد شما خیلی توجه بکنین که آیا در وجود شما هست، آیا اتفاق افتیده براتون یا نه. خب مورد اولی است که فرد حقتان خورده و شما نتونستین و ترسیدین و شما حقتان از اون نخواستین، درخواست نکردین، آیا اتفاق افتیده براتون. گزینه دوم، کسی را دوست داشتین و هیچ وقت جرأت زیر کردن نتونستین که برین برش بگین که مثلا من به تو علاقه دارم و میفهمم که با تو تمام زندگی خودم را سپری بکنم و شما این جرأت نکردین و او مثلا رفت از پیشتان و یکی شما را رها کرده و شما همچنان حس کردین. آیا فردی امرای شما ارتباط داره که با رفتارش و گفتارش و شما یک ضرر ایجاد کرده و یا یک کار کرده که شما همیشه ناراضی بودین از دوستی با او و شما یک جرأت کرده نتونستین با او بگین، یا مثلا کار را شروع کردین و ترسیدین که اطرافیانتان در مورد ازی چه فکر میکنن، و یا کار را شروع کردین که از شکست خوردن ازو ترسیدین، یا مثلا فرصت های زیادی در زندگیتان که همیشه فرصت ها وجود دارن ولی بعضی فرصت ها خیلی اندک و نایاب هستن که پشت در خانه شما میان و تطبق میزنن، و اگر شما و فرد باشین که از این فرصت استفاده بکنین و مهمترین مسئله دل و جرأت داشته باشین که این فرصت بگیرین، پس میتونه زندگی شما را از این رو با اون رو بکنه.
و اگر شما فردی هستین که فرصتی که پشت روی خانتان میایه و شما او را قبول نمی کنین، پس شما در واقع دل و جرأت ندارین. پس عزیزان، اینو بر شما میگم که شاید شما در رابطه با این که ای اتفاقات براتون افتیده و شما مثلا هیچ کاری به خاطرش نکردین، ای از نداشتن دل و جرأت است و هیچ مشکلی وجود نداره بابت ازی. اگر تا به حال اتفاق افتیده، بعد از این جلسه دیگه این کارو نکنید. بعد از این جلسه اولین کاری که باید بکنین این است که این جرأت و جسارت در حقیقت به معنی این نیست که شما نترسین. خب بترسین، هیچ اشکال نداره بترسین، چون ترس در همه انسان‌ها یکسان هست و در همه انسان‌ها میترسن، باید بترسن. اگر نترسن خودشون رو به یک چیز یک کار میکنن که بالاخره خودشون رو به کشتن میندازن. فرض بکنیم اگر نمیترسید انسان‌ها از یک بلند منزل خود پایین میندازن من داخل آب، خب مثلا 50 متر 100 متر خود پایین میندازه، یک اتفاق بدی برش میفته. یا موضوعات دیگه، یا موضوعات دیگه که باعث میشد انسان‌ها خودشون رو به هلاکت بندازن. این ترس واقعا یک نعمت خیلی بزرگی است به انسان‌ها. و در حقیقت شجاعت این است که تو بترس، خب تو بترس، ولی او ترس در کنترل خود داشته باش. بترس در مقابلش ایستاد شو و در کنترل خود داشته باش، پس همه چیز اوکی میشه. این مثال ها میتونیم به این بتیم که اگر انسان‌های اولیه از او غارها بیرون میبرامدن، فعلا ما فعلا به این شکل نبودیم دیگه. خب ما به این شکل نبودیم، فعلا هم خب در اول نسل ما منقرض میشد مثل دایناسورها واره. اگر در طول تاریخ هر اتفاقی که در اطرافتان میفته و افتیده، اگر انسان‌های جسور و با جرأت نمی بودن، هیچ اتفاقی، هیچ چیزی فعلا ما نمی داشتیم. ما مجبور بودیم که از اول شروع می‌کردیم. پس سپاسگزاری بکنیم از تمام اون کسایی که واقعا شجاعت نشان دادن. پس به تمام افرادی که در دنیا هست، تمام اون میلیاردها انسان که در دنیا هست، به اون تمام از اونها ایده های وجود داره که موفقیت های خیلی زیادی را نصیب شوند. پس فعلا ما مدثر جان همیشه صحبت میکنیم با هم و ایده‌های وجود داره که انسان ها میتونن فقط از مخانهشان انجام بدن و ما چسبیدیم به مو کارمندی، به مو موضوعات دیگری که واقعا اصلا همون لذتی که واقعی در ما باشون همون واقعی را نمیتونن. پس لازم هست که باید دل و جرأت به کار بکنیم، لازم هست که باید یک کار بکنیم. مثل که استیو جابز میگم تمام اطراف چیزایی که در اطرافتان هست انسانهایی ساختن که از شما طلب باوشتر نبودن، ولی اونا دل و جرأت داشتن، اونا دیوانه بودن واقعا که آمدن این کار را کردن. پس باید ما دیوانه شیم به خاطر چیزایی که میخواییم. برای زی که ما واقعا جسور باشیم دیگه هیچ چیزی لازم نیست عزیزان. ما چند گزینه جا گرفتیم ولی فکر میکنم همه میشه اشتباه هست. فقط چیزی که لازم هستی که شما اقدام بکنید. فقط اقدام بکنین و شما را میتونه به تمام اهداف و آرزوهایتان برسن. که وقتمون کم است عزیزان، فقط یک موضوع را میخوایم بگم عزیزان. اینکه اگر تا به حال واقعا شما دل جرأت به خرج ندادین، اما خاکهایی که وجود داره که مانع نور برای شما شده، اون خاکها را کمی که دور بکنین، بسیار بسیار کم از روی خودتان دور بکنین، بگذارین که اون نور برای شما بتابه و شما برین اون جرقه واقعی زندگی خودتان را بخورین. یک موضوع خیلی مهمه براتون بگم عزیزان. یک سوال است، میتونن که افرادی را جواب بدن، کسایی که در تیم هستن و کسایی که واقعا تا به حال به فکر رفتیدن. اگر شما صاحب پدر میلیاردی میداشتین و نمیخواست شما مفتخور و بار بیاین، خب در حقیقت بر شما چی کار میکرد؟ یعنی واقعا بر شما چی کار میکرد؟ او پدر چی درخواست داشتین از او پدر میلیاردی تان؟ شما چی کار واقعا برتان میکن؟ غیر از این بود که بیای بر شما یک شرکت مثلا چند لک دلاری بر شما بزنم و بر شما مدیریتش ایجاد بکنه، بر شما مال بیاره، بر شما کلن همه تجارتش ایجاد بکنه و شما بین بالای چکی بشینن و اونجا بین شما ریاست بکنن. غیر از این بود که کار را بکنه و شما بین اونجا استفاده بکنن و لذت ببرین از اون. این در واقع داشته باشین ازان. مهمترین مسئله اینجا وضعیت ذهنی ماست و دل جرأتی که ما به خرج بدیم و اولین قدم ما رو بگذاریم. شما اگر فکر میکنین افرادی که اینجا هستن، شاید بعضی اوقات در فکرشانی بیاید که خب من اگر برو میکارا بکنم من شامپو فروش شاید بگم. این قبول است، یعنی هر چیزی که تو میگی قبول است. اگر تو فکر میکنی زیر مجموعی یک کسی هستی، پس در حقیقت امو واقعیت دار زیر مجموعه هستی تو. ولی اگر فکر بکنی که من رئیس کمپانی هستم، پس در واقع تو بازم درست میگی و رئیس کمپانی هستیم. قسمت جالبش از این هست که
شرکت های فروش مستقیم میاین تمام گزینه ها را اجرا میکنن تا یک فرد پایین تر از $1,000 بیان یک کار را شروع بکنن که ارزشش برابر میلیون ها دلار است. و اگر واقعا یک فرد بیا یک کار را شروع بکنم، من میشه مثال شامپور میتونم، اگر شامپور از یک جای دیگه بیاریم بالاتر از لگ ها دلار، اینجا باید سرمایه گذاری بکنم تا اگر اتفاق خوب بر ما بیفته و ما بتونیم تجارت انجام بدیم. پس عزیزان، این را میخواییم برتان بگم که یک شرکت بین المللی در پشتان هست، لیدرهای قوی بین المللی در پشتان هست، افرادی که تا 40 سال بالاتر مثلا آمده مشاور کمپانی ما شدن و او هست در پهلوی ما. محصولات با کیفیت داریم که واقعا میتونم، ما میتونیم تمام دنیا رو با این محصولات خود ما بگیریم. واقعا تیم آموزشی رایز اند شاین که فوق‌العاده هست، با زحمات خیلی زیادی این افراد ساخته شده و ما ساخته شدم. و اینا همگیشان خاص به خاطر ازی است عزیزان که شما بیان یک کار استان بود، یک کار بکنید، در واقع یک چیزی از خودتان بسازین، یک چیزی به نمایش میگذارین. و آخرش بگم بتان عزیزان، اگر واقعا اینها نتانه رویاهای شما را برآورده بسازه، پس در حقیقت چی میتونه این کارو بکنه؟ این سوال است که شما همیشه از خودتان بپرسین. و در آخر فقط یک جمله از رندگیج بتان میگم، ما امروز کارهایی را انجام میتیم که دیگران کارها را انجام نمیتن، پس افتخار بکنیم به خودتان. ما امروز کارهایی را انجام میتیم که دیگران انجام دادن نمیتونن، تا فردا یک کار را بکنیم که دیگران اصلا آرزویش دیگران حتی فکر کرده نمیتونن که ما میتونیم این کار انجام بدیم. و خیلی خوشحال شدم عزیزان که امروز تونستم که یک مقدار همراه شما صحبت بکنم و دیگه واقعا احساس خیلی خوبی دارم که در جمع شما قرار دارم عزیزان. امیدوار هستم که عزیزانی که شما را دعوت کردن به اونا جواب بدین که با تصمیمات خیلی خوبی باشه و با جرأت جواب بدین، هر جوابی که باشه. اگر نه هم هست بازم با جرأت جواب بدین، اگر بلی هم هست با جرأت جواب بدین. مطمئن باشین که در زندگیتان به تمام اهداف و آرزوهایتان میرسین. تمام تشکر از تمام عزیزان، امیدوارم عالی و فوق العاده باشین و روزگار و کامتان. ممنون از احمد جان صالح. ممنون از جای نرین، چند لحظه بمانین، فکر کنم بعضیا دیگه میخوان ترک کنن جلسه را، چند لحظه بمانین از سره تمام میشه. خیلی ممنون از احمد جان بابت موضوعات خیلی خوبی که یادآوری کردن، امیدی که همه استفاده کرده باشین. چارلی چاپلین میگه یعنی اگر شما بخواین به کسی ضرر برسانین، نیاز به قدرت قوی دارین، وگرنه همه کارهای دنیا با محبت انجام میشه. و یک فرد میگه یک جای روشنی بود و اونجا را میخواست که پالیدار بود یک چیزی را، دوستش میگه چی را میپالی؟ با او کمک میکنه و با همدیگر یک جا میپالن، یک ساعت میشه و چیزی پیدا نمیکنن. میگه چرا؟ اونجا گروه بوده. میگه چرا اینجا خوب چیزی نیست؟ میگه من کلیدم گم شده. خب میگه اینجا کلید نیست. کلید در کجا گم شده؟ میگه کلید من در خانه گم شده. خب چرا؟ میگه اینجا میپالی؟ میگه با خانه برق نبود، اینجا گروه نبود، از خاطر من اینجا میپالم. و خیلی موقع عزیزا ما کلید در بیرون جستجو میکنیم، در حالی که او کلید در داخل ما شما هست که باید در اینجا جستجو کنیم. و به خصوص افرادی که اینجا جدید هستن و تازه در این سیمینار و این وبینار هستن، عزیزا امروزه در دنیا دو فرد میتونه حکومت کنه، از لحاظ بزنس، از لحاظ تجارت، از لحاظ درآمد. یک کسی که محصول تولید میکنه و دوم کسی که محصول به فروش میرسانه. اگر شما کسی هستین که جای کارمند هستین، حتما در پهلویش یک بزنس داشته باشین، چون قرار است که از او کارمندی که شما هستین از اونجا شما شاید اخراج شوین و بتونین که بزنس و این تجارتتان در پهلویش داشته باشین و ادامه بدین. هر جایی اگر شما فرض کنین کمپانی برای شما در برج خلیفه هم دفتر بده، موتر بده، خانه، همه امکانات فراهم کنه، یک روزی او را از پیش شما میگیره و جای شما کسی دیگه میره و شما دوباره از اونجا اخراج میشین. پس هر جایی باشه، اگر هر حالتی، حالا نمیگم بزنس ما را بیا شروع کن و این تجارته، هر بزنس آنلاینی که میخوای شروع کنی و از خودت هسته، ادامه بده و او را انجام بده. و اگر میخوای بهترین بزنس انجام بدی و شکل آنلاین، میتونی بزنس و این تجارت را برات پیشنهاد میکنم، مثل برادر ما عبدالصبور مسلم تحقیق کو و جستجو کو و یک مسیر خوبی را برای خودت ایجاد کو. ممنونتان عزیزا، خیلی خوشحال شدیم و یک وبینار خوب والی را داشتیم، از موضوعات استفاده کرده باشین.
همه شما را به خداوند پاک میسپاریم، یک هفته پر از هیجان و فوق‌العاده را برای خودتان ایجاد کنیم، بریم به سمت اتفاقات فوق‌العاده و هیجان انگیز. ممنونتان، خدا حافظ.